مانند هر مهاجری برای تعطیلات به ایران می رود. همان شبی از استانبول وارد تهران می شود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا در عراق حمله می کند و ساعتی بعد هم هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک دو موشک همین نهاد سقوط می کند. بهداد اصفهبد در چنین شبی برای دیدار خانواده و شرکت در مراسم چهلم پدر بزرگش به ایران می رود. چهلم درگذشت پدر بزرگم بود، رفته بودم به سارین که زادگاهم هست، از اونجا برمیگشتیم، عکس گذاشتم روی اینستاگرامم و ظاهرا این گروه توی اطلاعات سپاه منو دنبال میکردن. بعد به دلایل روابطم با اکتیویست های خارج از کشور و منو فلگ کرده بودن و متوجه شدن که داخل کشور هستم و دو روزی دنبال من بودن، تا اینکه بالاخره یه بار که یه تماس تلفنی با شماره تلفن گرفتم مستقیم، از برنامه هم خبردار شدم و توی خیابون چهار نفر من رو صدا کردن و یه حکمی نشون دادن که من از اون حکم چیزی که یادمه اینه که اطلاعات سپاه رو دیدم و اونجا و این جرائم معمول، اقدام علیه امنیت نظام و گروه های همکاری با گروه های معاند، همین چیزهایی که به همه میبندن قاعدتا. از او میخواهند که سوار ماشین بشود. آقای اصفهبد گوشی موبایلش را خاموش میکند و در ماشین مینشیند. شروع کردن که با چه گروهی کار میکنی، وابسته به کجای من؟ گفتم من وابسته به هیچ گروه و فلانی نیستم، گروه و عضو و مثلا به اون که بیادب بود همینطور میگفت او اینا رو حفظ کردی چرا؟ گفت بابا من احمق نیستم که کار سیاسی نمیکنم، ولی احمق نیستم. از او میخواهند تا موبایلش را در اختیار ماموران بگذارد. اول مقاومت میکند اما در نهایت تسلیم خواسته بازجوها میشود. منو وارد زندان کردن توی سلول انفرادی که بعد معلوم شد، بعد بهم گفتن زندان اوینه. وقتی به من گفتن زندان اوینه یه خود نفس راحت کشیدم، چون فکر میکنم شاید تو دالونا یه خونه های مخفی باشم. 6 شب من اونجا بودم و هر روز بازجویی و غیر از یه روز که برف زیاد بود اینا نیومدن و معمولا 8 صبح تا 11 صبح، بعدش دوباره بعد نهار 3-4 ساعت بازجویی هم اینجوری بود. من همچنان چشمن داشتم رو به دیوار و اینا یه اتاقی رو مجهز کرده بودن، پرینتر رو کامپیوتر آورده بودن و اینا. خب دسترسی به جیمیل، به کل اکانت گوگل من، ایمیل هام، مسیج هام، عکس هام، کانتکت هام، فیسبوک هم، توییتر هم، همه چی رو ازم گرفتن برای اینکه مقاومت فایده نداشت. داده های او را دانلود می کنند. ابتدا تحت فشار قرار می گیرد که چرا با سازمان های حقوق بشری همکاری می کند، ادعایی که او آن را رد می کند. براشون محرز شد که من همکاری با کسی ندارم الان، ولی آخرش اینجوری کردم، گفتم خب ولی یه کارهایی بالاخره کردی دیگه، یه وقتی آدم معرفی کردی فلان، حالا ما باید گزارش بنویسیم تا بره به دادگاه و قاضی برات ممکنه 2 ماه بنویسه، ممکنه 2 سال بنویسه، حالا اگه میخوای بیای قراری بذاریم، ما تو رو آزاد میکنیم، برو، ممنون خروجت هم میکنیم، برو خارج، بعدن که از آمریکا رفتی اروپا ساکن شدی ما تماس میگیریم باهات و همین رفاقت تو داشته باش با این آدما و اخبار بده از اینا که کی کجاست، چی کار میکنه. و من قبول کردم اونجا توی اون نقش که این کارو بکنم و از اینا خارج شدم و تروماتایز شدم و زندگیم به هم ریخت، نتونستم دیگه کارم رو ادامه بدم. در این فاصله کرونا جهانی می شود و قرنطینه شرایط را به ویژه از لحاظ روانی برای بهداد اصفهبد سخت‌تر هم می کند. حدود 7 هفته پیش بازجویش در اینستاگرام با او تماس می گیرد. این اسکرین‌شات همان تماس است. با همان قول و قراری که برای اسم رمز با هم در تهران و در زندان گذاشته بودند. خوردن چلو کباب سلطانی در درکه. رمزی که اصفهبد بفهمد پیغام از طرف بازجوست. خب من از اول قصد نشدم جواب بدم به اینها، جواب ندادم، شروع کردن تو ساعت‌های مختلف روی واتساپ، سیگنال، اسکایپ، تلگرام با من هی زنگ زدن، پیغام دادن که الو الو آقا، من هیچ کدوم اینا جواب ندادم. اما وقتی جواب بازجویش را در شبکه‌های اجتماعی نمی‌دهد، احضاریه‌ای به خانه خواهرش فرستاده می‌شود.
من از نظر اخلاقی میدونستم که من وارد این بازی نخواهم شد با اینا، در اینکه من تماسی نمیخواستم باهاشون بگیرم و این احضاریه میومد و صحبت این بود که حالا من ساکت بمونم و ببینم چه فشاری روی خانوادم میذارن، یا اینکه این رو پابلیک کنم و بذارم همه بدونن که این اتفاق باز هم داره میفته. بهداد اصفهبود از جمله مهاجران ایرانی است که هنگام دیدار با خانواده در وطنش در دام نیروهای امنیتی سپاه افتاد. او البته این شانس را داشته که دادگاهی و محکوم نشود. شانسی که بسیاری دیگر نداشتند و مجبور شدند با احکامی سنگین چند سال از عمرشان را پشت دیوارهای زندان بگذرانند. مریم افشنگ، بی بی